گنج مثنوی. زبان حیوانات. در یکی از شهرهای سرسبز و پر نعمت خدا که در دره کوهستانی بلند و سر به فلک کشیده قرار داشت، خواجه ثروتمند زندگی میکرد. خواجه ثروتمند همونطور که بر ایوان خانه مشغول خوردن صبحانه بود، غمگین از شروع شدن روز دیگری که در آن جز دروغ و تملق از اطرافیانش چیزی نمیشنید، آه سردی از دل کشید و لقمه گنده‌ای رو که در دست داشت به دهان گذاشت. خواجه با خودش گفت: عجیبه، این خدمه از من متنفرن چون مدتی دستمزدشون رو ندادم، اما هیچ کدوم جرئت نمیکنن چیزی به من بگن. چرا؟ چون اگه بگن بیرونشون میکنم. تازه در دکون اون همه کاسب که به خاطر اینکه از همهشون بیشتر پول داری ازت متنفرن، اما به جای اینکه حرف دلشون رو بهت بزنن دائم ازت تعریف میکنن. واقعا که خواجه تک نونی رو که در دست داشت برای مرغ و خروس‌های حیات انداخت و گفت: کاش زبون شما حیوانا رو می‌فهمیدم تا بدونم شما هم روزتون رو با این همه دروغ شب می‌کنید یا نه. سگ خیز برداشت تا نونو برداره، اما خروس پیش دستی کرد نونو از جلوی سگ برداشت. سگ چپ چپ به خروس نگاهی کرد و گفت: اون نونو برای من انداخت. خواجه که از شنیدن کلام سگ و خروس تعجب کرده بود، خیره به خروس و سگ نگاه کرد و گوش کرد ببینه آیا واقعا حرفهای اونها رو فهمیده یا خیال برش داشته. این انصاف نیست، تو میتونی دونه بخوری اما من نمیتونم. کوکونه کوکون، نگران نباش، امروز اسب خواجه میگیره، وقت میتونی شکمتو از عصا در بیاری. نه، این خیال نیست، خواجه زبون حیواناتو میفهمه. خواجه خوشحال نگاهی به اطراف کرد و سر مهتر فریاد میکشه: اسب آماده کن، زود باش. چشم آقا آماده میکنه. اسب عزیزم، خودت میدونی چقدر دوستت دارم، اما چه کنم که پولو بیشتر از تو دوست دارم. بگو، حرف دلتو بزن، من میفهمم چی میگی. بگو. خواجه در حالی که افسار اسب محبوبش رو گرفته بود اونو برد تا بفروشه. خواجه که میدونه چشم همسایش مدت هاست دنبال اسب مونه و بارها از اون خواسته که اسبشو به اون بفروشه، با شنیدن خبر مرگ اسب آرزوی همسایش رو برآورده کرد. چی شد که اسبتو آوردی بفروشی ها؟ خب میخوام بهت بدم دیگه، کار بدی کردم، بیا بذار برات پول بیارم. بیا فورشو بگیر برو، دست درد نکنه. مبارکت باشه اختیون. پول 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 پول. صبح روز بعد خواجه خوشحال از سودی که به خاطر فروش اسب مردنیش کرده بود و به امید شنیدن کلام سود بخش دیگه از زبان حیوانا، تک نانی برای سگ انداخت. اما این بار هم خروس پیش دستی کرد و زودتر از سگ به نون رسید. چه چپ چپ نگاه میکنه، قوقل قوقل. اگر باب انقدر دوست داشت تو رو جای نون میخوردم. خروس با شنیدن حرف سگ به اون گفت: قصه شکم گوشتاتو نخور سگ جون، امروز قراره خر خواجه بمیره و تو اون وقت میتونی گلی از عزا در بیاری. خواجه خوشحال از شنیدن خبر مردن خر نگاهی به میون حیات انداخت و فریاد کشید: اون خر و پالون کن، میده زود باش. بله آقا، آمدش میکنه. جونه میجون. Thank you.
بله بچه ها، خواجه تمام خرش رو هم فروخ و جاش کلی پول گره. مبارکت باشه. چقدر بود، چقدر مرده دارم من. خواجه خوشحال از سودی که به دلیل دانستن زبان حیوانات می برد، همونطور که داشته کارشو می شمرد، از خدا به خاطر اینکه به اون قدرت فهم زبان حیواناتو داده تشکر کرد. آخ جون چقدر خوب زبان حیوانا رو می فهمم. صبح روز بعد خواجه خوشحال از سودی که از فروختن اسب و خر مردنیش برده بود، کله سحر پا شد و به امید شنیدن پیغام جدیدی از خروس تک نونی به حیات انداخت و مثل دو روز پیش تک نونی نصیب خروس زرنگ شد. خروس در حالی که نونو میخورد به سگ که چپ چپ به اون نگاه میکرد گفت: نگران نباش سگ جون، اسب و خر بلا گردون خواجه بودن، حالا که خواجه اونا رو فروخته بلا گریبان خودشو میگیره و میمیره. خواجه که با شنیدن این حرف حسابی ترسیده بود نگاهی به خروس کرد. خروس به سگ گفت: تو هم میتونی با استخونای گاوی که اهل خونه میکشن حسابی جشن بگیری. خواجه که آمادگی شنیدن مرگ هر کسی رو داشت به جز مرگ خودش، خواست قدمی برداره که سرش گیج رفت و نقش زمین شد. خدمه خونه که نمیدونستن چه چیزی خواجه رو به اون روز انداخته، دوروبر اونو گرفتن، بادش زدن و گلاب بروش پاشیدن تا اینکه کم کم خواجه چشم باز کرد و با یادآوری حرف خروس فریاد کشید: گاوو نکشید، گاوو نکشید، نکشید، نکشید. صندوق، صندوق سکه هم کجاست؟ بدم ببینم. چه شده؟ خواجه که با شنیدن خبر مرگ خودش حسابی جا خورده بود، تصمیم گرفت تا وقت هست از کسایی که کلاه سرشون گذاشته حلالیت بطلب. چه کاری بود من کردم؟ چه کار؟ همسایه منو حلال کن. مرد همسایه هم که از حرفای خواجه سر در نمی آورد، به خیال دیوانه شدن خواجه تصمیم گرفت پول اسب و پس بگیری و هرچی زودتر خودشو از شر خواجه نجات بده. خواجه پس از حلالیت طلبیدن از همسایه برای پیدا کردن خریدار خر، راه سخت کوهستان رو در پیش گرفت. خواجه رفت و رفت تا به روستایی رسید و مرد رو سر زمین کشاورزی در حالی که کنار چاله ایستاده بود پیدا کرد. خواجه با دیدن روستایی زار زار شروع به گریه کرد و پول خر مرده رو به روستایی پس داد و از اون خواست که حلالش کنه. منو حلال کن، من میدونستم این میمیره. حلال کن. خواجه که با هر زحمتی بود از خریدار اسب و خر و دکاندارهای بازار و همسایه ها و رهگذرها حلالیت طلبیده بود، حساب خدمه خانه رو هم پرداخت و همونطور که به ستاره های بیشمار آسمان نگاه می کرد منتظر رسیدن مرگ. یعنی من میمیرم، یعنی میمیرم. خواجه که تمام شب و با ترس مرگ سر کرده بود، وقتی صبح با صدای خروس از خواب بیدار شد، دستی به سر و صورت خودش کشید و بعد از اینکه مطمئن شد زنده است،
از خوشحالی خروس رو در آغوش گرفته، از خداوند به خاطر عمر دوباره‌ای که به اون بخشیده بود تشکر کرد. بله بچه های عزیز، خداوند به خاطر توبه کردن مرد عمر دوباره‌ای به اون بخشید و خواجه هم فهمید که داشتن هر علمی نیاز و آمادگی پذیرش اون علم داره و دیگه از خداوند تقاضای داشتن علمی از علوم الهی رو نکرد. سر غیب آن را سزد آموختن که ز گفتن لب توانت دوختن. او به دریا رفت و مرغابی نبود، غرقه گردد دست گیرش ای ودود.